شکل حکومت هایی که به وجود میاد همیشه برای چپاول توه تو بفهمی نمیشه چپاول کرد نفهمی چپاول میکنه اما شکل فهمیدن ها و نفهمیدن ها متفاوت نگاه کن همه حکومت ها دنبال پول تمام، تمام، میتونم میخوام دروغ نگم بالای 99, 99. تمام سیاست مدارها قاعدتا بچه چند قاعدتا دوزن و قاعدتا گرگن همه دنبال پولتن پول شاخصه اول حکومت حالا من میخوام این پول یه خورده براتون باز کنم چون میخوام راجع به سکولاریسم داریم صحبت میکنیم سکولارها یه قوانینی دارن که تو به این قوانین دقت نمیکنی الان نگاه کن انسان ها در سه حالت پول میدن نمبر وان بر اثر خریت یعنی چی یعنی میرن کلیسا پول میدن در ریستات من توضیح دادم ما یه قانونی داشتیم صد هزار سال هست که میگن عیسی هم میگه دقتونی به جملش میگه پول خدا رو بدین پول من رو بدین به من پول این پادشاه رو بدین به پادشاه این موجود دکون نداره مثل کلیسا نیست که بری قصر بگیری مثل کلیسا نیست اینو باید پیدا کنی یعنی باید صبح تا شب گریه کنی اینو پیدا کنی چند درصد ایران پیدا میکنه یک درصد پس در آینده ای امپراتوری کوروش 99 درصد پول خدا نمیتونن بدن حرامه پس ببینیم 99 درصد آزادن چون تا وقتی انسان کامل پیدا نکنن پول خدایی نمیتونن بدن مگر پول شیطانو بدن یعنی برن مسجد بدن برن کنیسا بدن برن کلیسا بدن و خودشون هم که مغز داشته باشن یه ذره عقل داشته باشن میفهمن که این پول به دست خدا نمیرسه تحت هیچ شرایطی پس این پول خدا در امپراتوری کوروش تکلیفش معلومه هر آن کس که زحمت کشید مثل حافظ پدر خودش در آورد انسان کامل و یافت بیلیف پیدا کرد که این انسان کامل از طرف خداست پول خدا رو میره میده به عیسای این دوره و موسای این دوره خب پس سه حالت اون 99 درصدی که میمونن از ملت ایران در سه حالت پول میدن نمبر وان بر اساس خریگت یعنی خرن فکر میکنن الان میرن پولو میدن به مسجد میرسه به خدا اینقدر خرن میرن میدن این چند هزار سال بوده چند هزار سال دیگه هم خواهد بود میرن کنیسا میرن فلان یا دیگه خیلی خرن میرن تو امامزاده سولاخش پول میدازن دیگه خیلی خرن دیگه ولی به ها خر بودنشون فرقی نمیکنه یعنی به امامزاده کلیسا به امامزاده کنیسا اینا پول بدن این خرن توی جامعه الان تو جامعه ایران چیز حدود 15 درصدن از این 99 درصد دسته دوم دسته یعنی که انتخابی و اختیاری پول میدن یعنی میگن به این گدا کمک کنیم یعنی خیریه پول میدن به این آدمه کمک کنیم مثلا یه مثلا مسجدی بسازیم مثلا یا یه مدرسه بسازیم مثلا اینا بین اصولا در هر جامعی بین سه درصدن تا پنج درصد دسته سوم با کتک پول میدن <تصفح> یعنی میزنن تو دهنش پول میدن اسم دسته سوم دو حالت داره که به دو قسمت دسته سوم تقسیم میشه نامبر وان در کشورهای سکولار بهش میگن مالیات با کتک بهشون پول میدی یعنی الان توی کشورهای سکولار میاد از تو رخت خواب میکشد بیرون اگه دخترت فاسد شده باشه میگه به من ربطی نر اگه یکی زده باشه تو گوشت هم میگه برو دادگاه همه جا گذشت هست در کشور سکولار الا مالیات مالیات میاد از تو رخت خواب علای زندگی تو وسط دو تا بچت میکشد بیرون میکنه تو زندان پدری ازت در میاره میگه این پولو باید بدی هنوز این مالیاته در کشوری مثل ایران هنوز مد نشده که قراره در آینده به این فکر میکنن که در کشور سکولار این کارو بکنن یعنی 90 80 درصد ملت ایران که قرار نیست پول بدن حالا قراره با کتک در کشور سکولار پول بدن اسمشو میذارن مالیات نمبر تو تبلیغ دونیشن یا خیریه یعنی یک جور دیگه هم خرج میکنه حالا من این سند رو میخوام بهتون بگم, بگم که میفهمی ببینید در آمریکا انگلیس فرانسه حالا آمریکا رو باید سوا کنن به دلایلی چون شما هیچ از قوانین امریکا نمیدونید و نمیدونید چه اتفاقاتی در آمریکا میافته مثلا در آمریکا شما مالیات میدی ولی خیلی ها مالیات میگیرن یعنی من مثلا اگه وضع مالیم خوب نباشه وقتی میرم اداره مالیات پر میکنم مثلا مثلا میگن آقا این 4000 دلار رو ما بعد به شما پول بدیم یعنی الان که مالیات نمیدن یه مالیات هم میگیرن و خیلی چیزهای دیگه راه دیگه ای داره در حالت دوم یک کشور سکولار میاد یا مالیات میگیره یا دونیشن راز مهم همین حرفا رو تو این جمله است در کشور سکولار اسمش هست جدایی نهاد دین از نهاد سیاست اما رازی رو که امروز میخوام برات فاش کنم اینه که در تمام کشورهایی که خودشون رو سکولار میدونند اگر شما قرار باشه ده میلیون دلار مالیات بدی اگر از این ده میلیون دلار پنج میلیون دلارش رو به کلیسایی کمک کرده باشی تو کار خیر مالیات قبول میکنه ازت یعنی دقیقا حکومت و دین لای همن اون پشت تقسیم میکنن برای اینکه بفهمی فکر کن که تو یه بار دیگه مرور کنم تو کلی کوتاه برای خیلی مهمه ببین ده میلیون دلار شما قرار مالیات بدی 5 میلیون دلار دونیشن کردی کمک کردی کار خیر کردی با این نام کار خیر خرد میکنن و اداره مالیات هم این دونیشن شما رو قبول داره میگه آره این 5 میلیون به خراه خداوند متعال داده و قبول میکنه همین که یک سیاست مدار و حکومتی دونیشنی که تو دادی به کلیسا رو قبول میکنه یعنی اون پشت با همن هم. همین سادگی میفهمی با هم با همین راز بسیار ساده و اینکه فقط یک دقیقه فکر کنی پس همین سندی است که کشورهای سکولار فرقشون با کشورهای اسلامی و مسیحی و اینا در این است که اینا پول اون پشت میخورن اینا این پول جلو میخورن در کشور دیکتاتوری یک گروه میخورن پولای تو رو در کشور سکولار دو گروه میخورن در کشور سکولار سیاست مداران و دینداران دو تا شوهر ای هستن که به راحتون پشت میخورن به راحتی فکر میکنم انقدر ساده توضیح دادیم که موضوع رو بفهمیم خب این حرفا رو ما الان تو بی بی سی بزنیم تو وایس آف آمریکا بزنیم تو شبکه ها بزنیم که ایران میریزه به هم که خیلی جاها میریزه به هم خب لو میره دیگه الان انگلستان حرفش درسته بی بی سی میگه آقای حسینی ما قراره که بیایم دهن ملت ایران سرویس بی بی کنیم ایران تجزیه کنیم پولاشو بخوریم آثار باستانیشو بخوریم بکشیم بالا تو اومدی مردم بیدار میکنی خب وقتی مردم بیدار شدن ما سوار کشیم میونم راست میگه بی بی سی میگه آقای حسینی من پولم از ام آی 6 دارم میگیرم آقای حسینی عزیزم تو به من اومدی 5500 هزار تا کامنت می‌ذاری زیر صفحه من مگه من میتونم جوابت رو بدم من پولمو دارم از ام 6 میگیرم که هدفی دارم به زن وقتی ایران تجاوز وقت تو من میگی بیا جواب سوال ما رو بده کسافت به من این حرفو میزنه میریم تو وایس آمریکا همین میگه میگه آقا من جاسوسم عزیز من جاسوسم تو هر چی هم کامنت بذاری ملت خرکیان من جواب هیچ کی نمیدم میبینیم جواب نمیدم بعد برای اینکه تو موضوع رو بیشتر بفهمی میریم تو صفحه سیاست ندارایی که خیلی حرف سکولار میزنن هم کامنت میذاریم جواب نمیدن